سلام دوستان عزیز به برنامه شفا و شفاعت خوش اومدید من شهریار هستم و امروز مثل روزهای قبل در کنار همسر عزیزم مینا جان با هم شما رو خدمت خواهیم کرد سلام عزیزان منم خیلی خوشحالم در این فرصت با شما هستم و با شهریار جان کلام خدا هست و میتونیم با هم برکت بگیریم خدا رو شکر در برنامه های قبلی ما دیدیم که چطور در عهد عتیق مردان خدا ایستادند روبروی خدا و شفاعت کردند برای قوم اسرائیل و در برنامه هفته گذشته ما یک دید تازه از عهد جدید نسبت به کاری که عیسی مسیح انجام داد روی صلیب و اون رسالتی که ما داشتیم صحبت کردیم که شفاعت چطور اینجا عمل میکنه و به این سوال خیلی بزرگ ما جواب دادیم تا اونجایی که وقت بود از کلام خدا که چرا خدا عمل نمیکنه چرا خدا جواب نمیده و با هم بررسی کردیم دیدیم خیلی چیزها رو خدا به انسان سپرده خدا قادر مطلقه ولی مسئولیت زمین رو به انسان سپرده که آدم اونجا حکومت بکنه و آدم این اقتدار رو از دست داد به خاطر گناهی که کرد و چون کلامش میگه آدم باید حکومت بکنه این انسان بود که دوباره باید از شیطان رو مغلوب میکرد خل صلاح میکرد و تمام اون اقتدار رو پس میگرفت ولی انسان نمیتونه این کار بکنه پس خدا انسان شد و این کار رو انجام داد و الان کلیسای ایسای مسیح هست من و شما هستیم بدن ایسای مسیح که این اقتدار رو داریم اقتداری که مسیح از شیطان گرفت و به کلیساش داد و الان ما میتونیم شفاعت بکنیم و یک در قانونی برای خدا باز بکنیم که وارد زندگی های ما بشه. بله. با شماست. بله. بر. <applause> برای اینکه بهتر ماجرای شفاعت رو درک کنیم یه تجربه شخصی خود من هست که سالها پیش شاید نزدیک 16 سال پیش برادر عزیزی خادم امینی که سالها ایران و ایرانی رو خدمت کرده توی یه کنفرانسی من و شهریار جان رفتیم خدمتشون باشون صحبت بکنیم نمیدونم چی شد اصلا قرار نبود من <applause> چه حرفی رو بزنم ولی همونجا کار خدا بود من از دردی که رو دلم بود گفتم و اینکه ناراحت بودم از ای که عکس غیر مسیحایی نشون مسیح داده بله،, بله،, بله نمیریم واردشون زیاد و این باعث شده بود که من خیلی چیزا رو هنوز به دست نیاورده بودم از لحاظ روحانی ناراحت بودم میخوام فقط براتون اینو بگم در اون لحظه این برادر فقط یک جمله گفت گفت من از طرف تمام اونها از شما عذرخواهی میکنم من نمیدونم چجوری توضیح بدم هر وقت توضیح میدم اون صحنه یادم میاد ولی حضور خدا اونجا بود و الان که توی شفاعت و اینا داریم میریم و تحقیق میکنیم و چشیدیم و تجربه کردیم میفهمم در اون لحظه حضور خدا بود و الان میفهمم که وقتی شفیع هست وقتی شفاعت انجام میده حضور خدا اونجا هست آمه. و این حضور تبدیل میکنه این حضور عوض میکنه این حضور قوت میده این حضور مبارک میکنه این حضور بدی ها رو تاریکی رو دور میکنه این حضور نور رو میاره به قلب میتابونه فقط این جمله ساده این برادر که اومد و با فروتنی جای اون افراد قرار گرفت و از من اصخایی کرد من فقط بعد از این جلسه دیدم که اینقدر از تای تمامی وجودم میلرزید، گریه میکردم و سبک می شدم به حدی که تمام لباسم خیس شد هرگز من چنین گریه تو عمرم نکردم گریه کردم ولی به این شدت, این شدت نبود شد. یه چیزی بود داشت از من بیرون میرفت. یه چیزی بود داشتم داشت آزاد می شدم و اون لحظه من فقط احساس میکردم یعنی متوجه بودم این برادر داره با همسرم که شهریار داره صحبت میکنه و من برای خودم و اون حضور خدا که اونجا بود خلوت کرده بودیم من گریه میکردم و خدا داشت منو سبک میکرد و آزاد میکرد هرگز اون لحظه رو فرموش نمیکنم چون بعد از اون شفاهای روحانی اومد بعد از اون شفاهای جسمانی اومد تو زندگیم چون احساس کردم وقتی این شخص از من عذرخواهی کرد فهمیدم من عدم بخشش داشتم ناراحت بودم همیشه هم میبخشیدمشون ولی گویا این جانم صدمه خورده بود و این جان هر بار دوباره یاد این موضوع میافتاد درد میکشید اذیت میشد ولی وقتی یه شفی میاد عذرخواهی میکنه به جای اون افراد که اصلا شاید بیچاره متوجه نبودن من ناراحتم از عکس العملشون حتی شاید باور نمیکنن که این کاری کردن ولی یک نفر ایستاد و این کارو کرد و شفا اومد به جان من این جانی که داوود میگه جان من چرا منحلی شده بر خدا امید دار زیرا که او را باز هم خواهم گفت این جان من صدمه خورده بود به درد اومده بود ولی اون لحظه حضور خدا با وجود یک شفی خدا به یک شفی احترام میذاره اون لحظه حضور داره با وجود یک شفی حضور خدا اونجا بود منو لمس کرد من سر بلند کردم احساس کردم احساس که یک باور قبول دارم احساس رو نمیتونم کلمه احساس قشنگی نیست باوری که من از این تلخی آزاد شدم از, عدم از, رنجش آزاد شدم از عدم بخشش آزاد شدم تونسته بودم ببخشم این افراد رو بعد با یه دید دیگه بهشون نگاه میکردم که اونها برای خودشون میتونستم درکشون کنم میتونستم بپذیرمشون و دیگه ناراحت نبودم بعد از اون بود که زندگی من عوض شد و چشم من از لحاظ روحانی باز شد از بسیاری بیماری ها و قده های مختلفی که در هر جای بدن سر در می آورد تمام اینا محف می شد می دکتر و جواب آزمایشات و عکس و سونوگرافی ها این بود که همه چیز محف شده بهشون می گفتم ایسای مسیح شفا داده می گفتن حالا ایسای مح... دکتر هم که بیمان بودن می گفتن حالا ایسای مسیح شفا داده یا هرچی خانم خوش به حالتی چی دیگه نیست دونه بدون ناراحتی و بیماری های من و بیماری های روحانی. و می دیدم که چطور خدا برکات روحانی میده قوت روحانی بیداری روحانی زندگی روحانی من احیا شد فقط وقتی یک شفی ایستاد کمکم کرد و من از عدم بخشش آزاد کرد ام. البته این کار مال حضور خدا بود حضور خدا اونجا من این قوت رو به من داد ولی به خاطر وجود یک شفی خدا احترام گذاشت حاضر شد و قوت خدا منو تبدیل کرد و عوض شد این چیزی که خودم تو زندگیم چشیدم و بعدها در زندگی دیگران به کار بردم خدا برکت بده این برادر عزیز رو باعث شد من یاد بگیرم هر جا کسی درد منده من از طرف دی از خاصی که اونا رو اذیت کردن اسخای میکنم لبخند رو لب اون اشخاص میاد یک دفعه یه امیدی پیدا میکنن میگه شب وقتی شفی هست امیدی هست یک دفعه امید پیدا میکنن که باز میتونن ادامه بدن پس زندگی شیرینه پس همه چیز میتونه احیا بشه همه چیز میتونه عوض بشه و تجربیات دیگه است که تو قسمت بعدی هم من هم شریعا جان با شما در میون خواهیم گذاشت ولی یکی از تجربیات اخیر زندگیم حدود یک سال و چند ماهی بود که من شدیدن تو یک تجربه عجیب بودم تجربه شخصی منه ممکن شما هیچ وقت به این تجربه <applause> نرسین تجربیات دیگه داشته باشین ولی برای من جالب بود کلام خدا رو میخوندم و هر کسی که تو این کلام نوشته بود که گناه کرده حتی شریر بود یک بار سنگین رو دلم احساس میکردم و به جاش اعتراف میکردم احساس میکردم منم روی من می اومد با اینکه من این کار نکردم من برای خودم ضعف و گناهان خودم رو دارم ولی عجیب بود تم یک دور کتاب مقدس رو با این جور اعترافات گذروندم یک بار سنگین بود روی قلبم رو دوشم باری که باید بیام و اعتراف بکنم و آزاد بشم و احساس کردم که چون تو خدمت شفاعت هستیم احساس این رو یافتم که خدا داره آماده میکنه که بتونیم دیگران رو بیشتر درک بکنیم گناهان گناهکارانی که زیر بار گناه داغون شدن خمیده شدن جانشون منحنی شده امیدی ندارن بز، شاید خدا داره یاد میده که <applause> درکشون کنیم که شفاعت بکنیم و هر جا شفیح هست امید هست و آمان. بتونن آزاد بشن و وقتی از این تجربه در اومدم تجربه سختی بود یک سال تقریبا تاریکی خاصی رو احساس میکردم احساس میکردم که خودم واقعا شده بودم جای اونا و احساس میکردم خدا چشمش رو از من برگردونده احساس میکردم هیچ چیزی دیگه این وسط نیست که خدا از من راضی خدا از من راضی بشه و اون جمله معروف خودمو در میزان سنجیده شده من ناقص در اومده میدیدم ولی تمام اینها باعث شد حالا گناهکاران رو بهتر و بیشتر هر خودم هم گناهکارم ولی بتونم بیشتر درک بکنم بیشتر. یک اون جان خمیدهشون رو درک بکنم و بتونم دعا بکنم که یک شفاعت کتاب مقدسی و صحیح داشته باشم برای این افراد در دور برم در زندگیم و عجیب از موقعی که برای این موضوع دعا میکنم و این رو درک کردم هر بار یه دفعه از خواب که صبح بلند میشم افرادی که سال هاست اصلا دیگه من به یادشون نیستم اصلا یادم نیست که اینا تو زندگیم بودن ولی خدا به یادم میاره میاره جلو چشمم افراد رو اسامی رو و دارم یه کاری دیگه میکنم دارم ظرف میشورم یک دفعه افر... چند نفر رو جلو چشمم میاره و میبینید که وقتی برای این دعا میکنید که یه قلب شفی خدا بهتون بده خدا شروع میکنه <laughs> شروع میکنه اونها رو درک بکنید شروع میکنه که اونها رو هم درک بکنید هم چجوری کمک کنید و هم براشون در دعا ش... و یک شفاعته من واقعا این رو قبول دارم در که داریم میدیم در مورد اینه که ما یاد بگیریم یک شفاعت درست صحیح و کتاب مقدسی داشته باشیم شفاعتی که خدا قبول میکنه و اونجا حضور داره آمین. <applause> چنین شفاعتی رو خدا واقعا ب... اه... به ما یاد بده و در زندگی ما انجام بشه که بتونیم باعث برکت باشیم باعث بنا باشیم باعث آزادی ها بشیم باعث باعث باشیم <applause> و ایلا کار کار خداست <applause> آمین ما وسیله این و خدا دنبال ما میگرده شفاعت در درجه اول یک خدمت کهانته یک شفیع درست در مقام کاهنه همون کاری که کهنه که در قوم اسرائیل انجام میدادن یک شفیع میتونه انجام بده که میتونه به حضور خدا بره و برای گناهان قوم اعتراف بکنه طبیعتا ایسای مسیح کاهن اعظم ماست برای اولین بار ایشون این کار کرد در عهد جدید یک بار برای همیشه به قدس و لغداس رفت و خون خودش رو ریخت و اون سرمشق کهانت ماست و اون این کار رو انجام داد و ما الان میتونیم دقیقا همون کاری که از ما خواسته شده انجام بدیم ما میتونیم نزدیک به اون تخت فیض بریم و اون رحمت رو حاصل کنیم بزنین براتون بخونم از رساله به ابرانیان باب چهار چند تا آیه رو میخوام براتون بخونم ابرانیان باب چهار آیه چهارده تا 16 پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم یعنی عیسی مسیح که از آسمان ها در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا اعتراف خود را محکم بداریم زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود بلکه آزموده شده در همه چیز به مثال ما بدون گناه پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیا بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند هم. ما میتونیم به این تخت فیض الان نزدیک بشیم ولی وقتی اونجا نزدیک میشیم اونجا گویا یک ارتباطی ما برقرار میکنیم با تمام خطایا و گناهان دیگران وقتی اونجور که میرا جانم گفتن توی تجربیات اخیر وقتی یک شفیع خودش رو در اختیار خدا قرار میده و وقتی برای دیگری گناه میکنی بار اون دیگری میاد رود. درست گناهان اون شخص میاد روی تو و بارها من شنیدم شهادت های مختلف کمی خودم تجربه داشتم نه خیلی زیاد ولی وقتی ما جای یه نفر دیگر رو میگیریم این کار کهانت دقیقا همینه کهنه جای بنی اسرائیل این کار رو انجام میدادن همیشه یه شفیع لازمه همیشه یه نفر اون واسطه لازمه که این کار بکنه وقتی که ما این، از این طریق وارد میشیم یه در قانونی برای خدا باز میکنیم گناهان برداشته میشه چون گناهان بعد به با خون عیسی مسیح پاک بشه با اعتراف ما میتونیم این کار انجام بدیم در عالم دعا این قفل ما باز میکنیم و بعد رحمت خدا میتونه جاری بشه از این به بعد دیگه به خود اون شخص مربوطه که آیا بپذیره یا نپذیره عیسی مسیح خودش روی صلیب رفت کفاره گناهان ما شد و اون جمله که دهنش بیرون اومد این بود که خدایا اینها رو ببخش ای پدر اینها رو ببخش چون نمیدونن چی میکنن همه ما رو بخشید ولی برای اینکه این شفاعت مسیح در زندگی من عمل بکنه من باید اینو بپذیرم من باید این رو با اراده آزاد خودم بپذیرم شفاعت ما دقیقا این کار رو میکنه ما یه کلید رو باز میکنیم ما باعث نجات کسی نمیشیم ام. یه ایرادی که میگیرن به این تعلیم اینه که شما میگید با شفاعت شما مردم و نجات میدید همین حرفی زده <تصفح> روح القدس مردم نجات میده ایسای مسیح که قیمت رو پرداخته ما فقط قفل در رو باز میکنیم وقتی که اینجورم که مینا جان قشنگ شهادت دادن وقتی ما شفاعت میکنیم اون شخص دیگه تنها نیست منم تنها نیستم در واقع من میام دست خدا رو میگیرم و میارم این وسط ما ستایی ست وای میستیم و در مورد ابراهیم اگه برنامه های اول و خاطرتون باشه وقتی ابراهیم ایستاد و با خدا شروع کرد چونه زدن برای صدون گفت اگه پنجاه نفر عادل باشه آیا اونجا رزبه میبری خدا گفت نه به این شکل نبود که خدا داشت به سمت صدوم میرفت و ابراهیم هم دنبالش میدید میگفت حالا اگه 45 نفر باشن چی؟ خداوند هم برمیگرد میگه نه نمی کنم. حالا اگه چل اینجوری نبود خدا ایستاد خدا گوش میکرد به ابراهیم وقتی ما برای کسی شفاعت میکنیم خدا میاد می ایسته. به دعای ما گوش میده و خبر خوشینه بیش از 90 درصد افراد حالا آمار اینجوری <applause> کسی نگرفته حالا من از خودم میگم بله. اکثریت مردم وقتی براشون شفاعت میشه روح خدا اونها رو لمس میکنه بله. چون خدا منتظر اراده مطلق خدا نجات جاناست بله. و وقتی ما شفاعت رو شروع میکنیم شروع میکنیم به اعتراف کردن به گناهان این و اون و دیگران خدا عمل میکنه و بسیاری از اینها قلبشون رو باز میکنه مم. کار ما درست مثل رسالت یحیای تعمید دهند است در کلامش میخونیم در اشعیا اینطور نوشته صدای ندا ای در بیابان راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجی راست و ناهمواری ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم خواهند دید زیرا که دهان خداوند این را گفته است کاری که ما میکنیم همینه هر بلندی رو که در مقابل معرفت خدا قد علم میکنه ما با این شفاعت میاریم پایین هر کمبودی رو هر میگه دره ها رو پر میکنیم کمبودهایی که هست هر کجی رو که اجازه نمیده هر گناهی هر مم. چیزی که اجازه نمیده خدا مستقیم وارد زندگی کسی بشه ما با دعای شفاعت این کجی ها رو برطرف میکنیم و عملا کاری که یحیای تعمید دهنده کرد همینه ما قفل درها رو باز میکنیم و بعد اجازه میدیم افراد از اراده آزاد خودشون استفاده بکنن خیلی به بی یه اکستریم میرن در بعضی اعتقادات که فقط اراده آزاده فقط ما ایم. انسان بعد تصمیم بگیره من با اراده آزادم این کار انجام میدم یک گروه دیگه هستن که میگن نه خدا قادر مطلقه اونه که حتما باید تصمیم بگیره ولی هر دوی اینها با همه ولی باید اول یه نفر بیاد این وسط تا یه شخص بتونه از اراده آزادش استفاده کنه یه نفر که تو زندانه هر چی هم با اراده آزادش سعی بکنه آزاد بشه نمیشه یه نفر وقتی در قفل باز کرد زندانش باز کرد اون موقع میگیم خیلی خب حالا تو میخوای چی کار کنی آزادی و اراده آزاد ما وقتی ارزش داره و میتونیم کاری براش انجام بدیم که یحیای تعمید دهنده از قبل اومده باشه تو زندگی ما و رد شده باشه کجی ها صاف شده باشه کوها با زمین یکسان و اون دره ها پر شده باشه اومده باشه بالا در واقع ما با عمل شفاعت پلی میسازیم که عیسی مسیح از روی اون پل میتونه عبور بکنه و وارد قلب و زندگی مردم بشه ما اونها رو نجات نمیدیم ما باعث نجات نیستیم ولی باعث جاری شدن شفای الهی توی زندگی اونها هستیم در جای دیگه در انجیل لوخا کلام خدا اینطور میگه روح خداوند بر من است که عیسی مسیح از کتاب اشعیا داره برای خودش میخونه اون نبوتی که برای خودش شده زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم از ایران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خدا موعظه کنم اول عیسی مسیح باید بیاد فقیران رو بشارت بده تا اونا بعد بتونن نجات پیدا بکنن عیسی مسیح بعد بیاد شکست دلان رو اول بعد تسکین بده اگه نه با همون دلای شکستشون چی میخوان انتخاب کنن چه اراده با چه اراده آزادی میخوان عمل کنن باید عیسی مسیح بیاد و رهایی رو به اسیران وعده بده از سال پسندیده خدا بگه و کار مسیح هم همین بود و بعد از اون مردم خودشون با هم بعد انتخاب بکنن فرقی نمیکنه واقعا یه زندانی چقدر بخواد به فکر آزادی خودش باشه همونطور که گفتم من و شما باید اون در رو باز بکنیم باید بتونیم کار درست رو انجام بدیم و بعد از اون دیگه اون شخص میتونه خودش کارش رو انجام بده بله شماست. شفاعت مثل یک مرهم هست که روی زخمهای ما جاری میشه همونطور که زخمی رو من بود شفاعت مرهم گذاشت و من آزاد شدم و امید پیدا کردم در شخص باعث امید میشه و اشتیاق به ادامه دادن اینو در, در یکی از شفاعت هایی که با خواهری تلفنی داشتیم شخصی بود که برای یکی دیگه داشت میگفت برای این شخص دعا بکنید این اصلا زندگی ناامید شده از مسیح اصلا از ایمان افتاده به طرز عجیبی بالاخره من با این شخص همون روز ت... که برخورد شد برخوردی ایجاد شد تلفنی که این شخص رو دیدم و فقط, فقط گفتم اجازه میدید براتون دعا کنم گفت باشه و برای شفاعت کردم و خیلی جالب بود که بعد از مدتی از دو دوست ایشون پرسیدم که ایشون حالشون چطوره گفتش که موضوعات و مشکلات هست ولی امیدید پیدا کرده برای ادامه دادن و درست همین موز موضوع شفاعت هست که واقعا یه قدم اول هست یک قدم برای آزادی یک قدم برای دوباره دلگرم شدن یه قدم برای قدم های مثبت بعدی برداشتن هستش ایسا وقتی در مورد قصد دشمن که میخواست پتروس رو مثل دانه گندم خورد کنه گفت برایت دعا کردم که ایمانت را از دست ندهی آیا توی تو این جمله‌ای که من خوندم براتون برایت دعا کردم که ایمانت را از دست ندهی توی این موقعیت ایسا برای پتروس تصمیم گرفت آیا چیزی براش انتخاب کرد؟ نه اون فقط فیض رو برای پتروس طلبید چون اون موقع پتروس نیاز داشت و دقیقا برای همینه که ما برای دیگران دعا میکنیم و شفاعت میکنیم ولی یه هشدار اینجا هست یه مواظب باشید یه اختار یک علامت خطر هست که بعضی ها ممکنه تو این دعاها با خطری رو رو بشن وقتی که تو اون عالم روحانی هستن به افراد خاصی فرمان میدن تا انتخاب خاصی رو بکنه ما هرگز اجازه نداریم این زندگی روحانی ما این هست که ما فرمان میدیم طوفان داره میاد آتش داره میاد همه جا رو بسوزونه بارها شده ما تو اخبار میشنویم فرمان میدیم آتش دور شه به, به, این شهر نرسه فرزندان خدا محفوظ باشن برگزیدگان محفوظ باشن تمام مردم محفوظ باشن سیل داره میاد باد و طوفان داره میاد بارها شده خدا اجازه داده ما اخباری بشنویم و چقدر شفاعت کردیم این و این فرمان دادیم به طبیعت و سرعت باد کم شد جهت باد تغییر ده. کرد آتیش رفت سیل رفت و خدا احترام کرد بله ولی هرگز ما نمیتونیم حتی اگه خیلی نکته مثبت و عالی باشه و خاص خدا باشه مم. برای اون شخص ما هرگز مستقیم نباید فرمان بدیم به یه نفر که این تصمیم رو بگیره در نام عیسی مسیح این یک هشدار بر خطری هست در دعای فرمان دادن و توی رده شفاعت کردن که همونطور که شریر جان گفت ما فقط اینجا مسئول هستیم موانع رو از جلو پا داریم و پستی ها رو هموار کنیم و راه رو باز کنیم تا خدا بیاد و عمل بکنه تو زندگی مردم و ایلا وارد دنیای حقیقی و کنترل میشیم دنیایی که می ش... اشخاص میخوان رو هم تسلط پیدا کنن کنترل کنن اونی که من میخوام خیلی وقتا بین زنا و شوهرها این چیز پیش میاد زنهایی که میخوان مثلا شوهرشون حتما این کارو بکنه یا حتما اونی باشه که اینا میخوان در دعا فرمان مم. میدن که تو باید اینجوری با من خدا رو که شما اینطور نیستید اگرم روزی چنین چیزی دعا کردم تو بگردم نه اونم چیز خیلی خوب عالی بود ولی واقعا وقتی میریم جلو میبینیم این جز حقه و کنترل کردن افراد چیز دیگه ای نیست بعضی از دعاهایی که شفاعت خونده میشه فقط یه دستاویز شده برای گروه ها و افرادی که میخوان بر مردم تسلط داشته باشن و نمیدونیم اینا از چه روحی برخوردن یعنی این میدونیم ولی روح خدا نیست بنابراین اساس و پایه شفاعت از این قراره ما در مقام کاهن با احساس ناتوانی و درد و ضعف مردم لمس میشیم و در حالی که ضعف ها و ناتوانی ها رو میپذیریم در جای آن شخص قرار میگیریم و به جای او شروع به اعتراف و توبه می به حضور خدا گویا که خود آن شخص هستیم دردهای اونو میفهمیم درک میکنیم برای گروه یا شهر خاصی باید, باید بعضی وقتا مثلا برای شهر برای چیزهای بزرگتر با یه خوب تیم شفاعت داشته باشیم که بله ما در کتاب مقدس شاهد تکرار اینو شفا بودیم که خیلی شد در درس های گذشته با هم خوندیم و در موردشون توضیح دادیم تمام این افراد که در مورد شفاعتشون صحبت کردیم مثل دانیال و استر و دیگران چنان باری در قلبهاشون نسبت به قوم خدا احساس میکردن که عملا زندگیشون رو وقف این شفاعت کرده بودن حتی جانشون در خودشون رو تو خطر انداختن در تک تک موارد اونها با خطاکاران و گناهکاران هم هویت شدن و به گناهانی اعتراف کردن که ممکن از خودشون این گناه رو تو زندگی نبود. نکرده بودن و واقعا چه افتخار و چه سعادتی هست که بتونیم از این طریق همدیگر رو خدمت کنیم و بارهای یکدیگر رو متحمل بشیم و به دوش بکشیم از این طریق قانون مسیح رو به جا میاریم چه, و... چه فرصت عظیمیه که بتونیم این محبت و عشق الهی رو از طریق شفاعت جاری بکنیم توی زندگی ها به این امید که تمام این عطایا و شفاعت ها رو دائما برای اصلاح و بنای کلیسا کتاب مقدسی شفاعت کتاب مقدسی نه جادوگری نه تسلط نه ف... منظور اون نیست اصلا اون نیست بله, اون نیست بله. اون بله. به... به کار ببریم عملی ساختن خواسته های شخصی خود ما نباشه مسلما به اونهایی که بعد خودشون وفادار ماندن بیشتر داده خواهد شد خدا رو شکر <تصفح> بله عزیزان این دعوت ماست اونطور که مسیح عمل کرد الان کلیسا بدن عیسی مسیحه اون کاری که مسیح کرد جانش رو داد برای ما شفیع اعظم شد کاهن اعظم اعتراف ماست الان من و شما باید همین کار رو انجام بدیم اون رسالتی که مسیح داشت که شکست دلان رو شفا بده اونها رو به رستگاری فقیران رو به رستگاری بشارت بده این الان به من و شما سپرده شده و ما باید این کار رو بکنیم شفاعت کار شیرینیه یه خورده معمولی نیست شاید چون کمتر راجبش شنیدیم ولی خدا میخواد که افراد بیستند و برای دیگران برای افراد دیگه برای هموطن خودشون یا افرادی که خدا تو دلشون میذاره شفاعت بکنن و اون موقع است که خدا میتونه وارد عمل بشه پس به جای اینکه هی بشینیم و دعا کنیم چرا خدا این کار نمیکنه چرا خدا وارد عمل نمیشه چون تو شفاعت نمیکنی چون من و شما نمیدونیم پس یواش یواش داریم از اون عدم معرفت میایم بیرون اون عدم معرفتی که باعث اسارت و باعث هلاکت ماست ما داریم از اون میایم بیرون و این دانش و معرفت رو پیدا میکنیم تا یه برنامه دیگه از سری شفا و شفاعت همه شما عزیزانم رو به دستای خدای زنده میسپارم خدا نگهدار خدا نگهدارتون